این مرد بالاترین مقام نظامی است. یعنی که دشمنان وقتی به خانه پدری حمله می کنند، این سد گوشت و چربی را تا جبهه می فرستند تا با 3-4 تک و در کنار آن پاتک همراه با دعای زعفر جنی جیش عظیم دشمن غدار را از روی خاک محو کند. این مرد سردار سرفراز سر سفره، مردی که گاو را با دستهای مقتدرش پاره می کند و دفترش بیتاری نمونه شهر است. آنقدر زور دارد چندان که می تواند یک دوری کباب با چند من برنج همراه دوغ و آروق یک جا فرو دهد. نامش حسن، اخلاق و حرف و اطوارش هم. در دستهاش خاتم بو اسحاقی و دولتش مستعجل است، اما تاریخ ما او را همیشه تا ابد و دهر در خاطرش به یاد میاره. یک کوه کوشت، یک چفیه، یک تفنگ، یک سفره در حذر، یک دیگ در سفر، یک کارنامه در دستش سرشار مرگ و ننگ. علیرضا نوریزاده، جمعه 28 شهریور ماه 19 سپتامبر به شما سلام. بله، آقای حسن فیروزآبادی رو دیدم، دوباره حرفای فرموده بودن، گفتم خب یک شعری که قبلا براش گفته بودم یادآوری بهشون بکنم جایگاهشون رو. و اون روزی که داشتم بهش مدال میدادن خیلی جالب، والده آقا مصطفی هم آورده بودن و اینا که نگاهشون اینطوری است دیگه، کارش نمیشه کرد. جنگ و دعوایی در کشور در جریان، فارغ از ماجرای پرونده اتمی، مذاکرات آقای ظریف، خانم اشتون وارد نیویورک شد، آقای روحانی هفته دیگه میخواد بره، همه اینا بماند. و یه تدارکی هم دارن میبینن برای دیدار آقای روحانی با اوباما، گویند که مقام معظم رهبری نمیخواهند. مقام معظم رهبری به تک تک افراد هیئت حاکمش حسادت میکنه. خیلی جالبه ها، حسادت میکنه. یعنی مثلا چرا روحانی رو آمریکایی انقدر اعتبار بهش میدن؟ خب جناب عالی پاشو برو جلو، شما هم فرش قرمز میندازن. ولی آدم نمیتونه دو طرفه بار کنه، هم از اون بر بخواد با آمریکایی صحبت کنه بعد هم مرگ بر آمریکا بگه. نمیشه، نمیشه اصحاب اهل حق و فیلق بد رو تو عراق بفرسته بگه بدین یه کاری بکنین کار آمریکایی‌ها رو خراب کنید و بعد انتظار داشته باشی آقای اوباما هم با همه بیحالیش بیاد همچنان دست عنایت بر عمامه ایشون بکشه. اما در کنار این بازی ها یک دعوای بسیار جدی در کشور در جریان، که این دعوای جدی با بیماری آقای خامنه‌ای بستری شدن و عمل جراحی بسیار مهمی که انجام دادن داره ابعادش وسیع تر. این بیماری مسئله جانشینی رو به عنوان یه مسئله جدی مطرح کرد. من در اون مقاله که نوشته بودم از معادی تا بیمارستان شهید رجایی که در فیسبوک هم هست، در سایت هست، سایت تلویزیون و خلیج فارس و همینطور اول در سایت گویا نیوز، در اونجا اشاره کرده بودم که آدم انتظار داره که فردی که مرگ رو به چشم دیده، ساعت‌های بیهوش بوده، از خود بیخود بوده، وقتی باز می‌گرده تجدید نظری در رفتارش بکنه، در عمل کردش، در زندگیش. ولی نخیر، از این خبران نیست. دعوا ادامه داره. سید محمود هاشمی شاهرودی که بیش از آن چه ایرانی یا آنکه ایرانی باشه یا عشقی به ایران داشته باشه، عاشق نجف و نجفیه. یه وقت من نوشتم کسی که خواب به زبان دیگری ببیند به اون فرهنگ و زبان تعلق داره و مسلمه ایشون تو خونش عربی حرف میزنه، بنابراین
این نوع رو میشه برداشت کرد که آقای شاهرودی عشق به ایران نداره. اما چه اتفاقی افتاده؟ ایشون یکی از قارونهای جمهوری اسلامیه که میلیاردها رو در دوران ریاست قوه قضاییه به جیب زده و یک فرد با شرفی در دستگاهشون بود، آقای مشدی که رئیس اون قسمت شکایت مردمی بود و اینا، و این آدم یه روز از دزدی‌های ایشون و آزادش به سطوح آمده بود و رفته بود پیش یکی از روحانیون و گریه کرده بود که این سید نجفی ما رو هم با آلودگی‌های خودش به جهنم میبره. این آقا طوری احساس ملوکانه گرفتتش که وقتی با هواپیما سفر میکنه، بخصوص مشهد که میره با ایل و طایفه و اونجا براش چه تشکیلاتی درست میکنه، یک چمدون سامسونیت با خودش داره. حالا خب اون تفلک مهمانداره و خلبان و کمک خلبان یه چی بهره میبرن، ولی وقتی پول در میاره 1,500,000 تومان انعام میده و اینا برای این که خودشو بالا ببره. ایشون پاشو رفت پیش واعظ طبسی. واعظ طبسی از آقای خامنه‌ای دلخوره، رفیق دیر و دور آقای خامنه‌ای که دیر سالی 50-60 سال با هم از نوجوانی شاید کودکی با هم دوست بودن، از رفتار آقای خامنه‌ای اول با رفسنجانی و بعد با مهندس موسوی و حمایتش از احمدی نژاد بسیار آزرده و این آزردگی رو پنهان هم نکرده. به دفعات تلویحاً و یا با واژگانی که اهل بخیه قشنگ میفهمن این آزردگی رو اعلام کرد. حالا هاشمی شاهرودی پا میشه میره پیش واعظ طبسی. چند سفر، تا آخرین سفرش 7-8 ماه پیشون، و میره اونجا میگه آقای خامنه‌ای مثل این که اخیراً بعد از سنداجایی که کرده، آزمایشی که کرده، از ولایت عهد کردن سید مجتبی چشم پوشیده. خودش فهمیده که این بابا به جایی نمیرسه. خیلی جالب براتون میگم، برای که مجتبی و حسن خمینی رو بگن اینا چقدر با ارزشن، 700-800 تا دانشجو افغانی رو هم دارن میشونن تو جلسه اینا، پولم به اونا بیشتر میدن که بگن آقایون دارن برای 700-800 نفر درس میدن. حالا چه اصراریه که مثلا حسن آقا درس خارج بده؟ یا بابا یه حرمتی داشت، دیروز با مهندس شریعت مداری با هم صحبت میکردیم، این ناصر ابوالمکارم که حالا ادعای خدایی داره و مرجع، این از سن و سال حسن و آقا مشتبه بالاتر بود. خدا شاهد این نزد آیت الله شریعت مداری میشه، من به چشم دیدم. علی آقا حجتی کرمانی خدا رحمتش کنه، آیه علامه سید هادی خسروشاهی، مرحوم آقای گل سرخی، اینا همه بودن در نزد مرحوم آیت الله العظمی شریعت مداری. این ناصر ابوالمکارم جرأت داشت حرف بزنه، بابا آقای سبحانی میمد دست آقای شریعت مداری رو میبوسید. یک سلسله مراتب، یک حرمتی روحانی رو داشتن. کسی که درس خارج میگفت 60 سالش اقلن بود، اقلن 55-60 سالش بود. میشست خب مطالعه کرده بود، حالا در اون حوزه خودشون، در اون دروس خودشون، ولی حالا حسن آقا بیاد درس خارج بگه یا آقا مجتبی، اصلا گیرم اینا نابغه، ضبط و ربطی داره امور. شما فکر کنید در ارتش یک آدمی رو مثل همین اتفاق گفته دیگه، حسن فیروزآبادی رو یه شبه آقای خامنه‌ای اینو که سلش کرد با 9 سال تقدم بر بقیه، یعنی تیمسار ساله‌ای که پوستش کنده شده، دانشکده فرمان دافوس رو دیده، دانشکده افسری رو دیده، دوره‌های عالی نظامی دیده، این 9 سال عقب‌تر از حسن فیروزآبادی که راه نمیتونه بره. در کجای دنیا دیدید یه همچین کسی عالی ترین فرمانده نظامی؟ حالا تو حوزه‌م همینطور شده، تو حوزه‌م همینطور شده. به هر حال آقای سید محمود هاشمی شاهرودی و هاشمی نجفی میرن پیش آقای واعظ، میگه آقا از مجتبی که صرف نظر کرد، یه وقتی هم ایشون نظر عنایتی به بنده داشتن، شما پاشین بریم باشون صحبت کنید. آقای دلالم میگه آقای واعظ میاد تهران،
بعد از مدتی میره دیدن آقای خامنه ای و اظهار میکنه که قربونت کردم این آدم، این هاشمی شاهرودی نجفیه، اگر بیاد نایب شما بشه یا رهبر بعد از شما بعد از 120 سال بشه، عراق هم تو دست ماست. آقای سیستانی که عمر نوح نداره، اولا مرجعیت منتقل میشه به اینجا، این مرجع دوباره شرط مرجعیت برای رهبر احیا میشه، بعدم چون نمک پرورده شماست رعایت آقازاده و اینا رو میکنه، بعد شاید زمینه پیدا بشه برای آقا مجتبی برای 20 سال دیگه، چون اینا خواب اینا رو میبینن دیگه، فکر میکنن ولایت فقیه میمونه. آقای خامنه ای نرم میشه به گونه ای که یکی دو بار به اشاره این مسئله رو ذکر میکنه در نشستای خصوصی، از جمله به روحانی و از جمله به آقای هاشمی رفسنجانی. آقای رفسنجانی به شدت با محمود هاشمی شاهرودی مخالفه، بر این باوره که این آدم در بین مردم اعتباری نداره، دزد قهاره و بنابراین نمیتونه رهبر بشه. به آقای خامنه ای هم گفته حالا شما هر چی راجبت میگن، ولی ظاهرت یه ظاهر فقر داری، بریز به پاش خودت نداری، حالا اطرافیانت کاری نداری، ولی خودت در نگاه مردم خب میگن درویشانه زندگی میکنه، ولی این آدم مهمونیایی که میده، سفرهایی که میکنه، مشهدی که میره، خب بپرسید از بقیه که چی کار میکنه. با این همه آقای خامنه ای راجب این نرم شد. حالا از اون طرف جبهه پایداری و به ویژه یه عده دانشجوی دانشگاه امام صادق و یه عده از بچه های حوزه، بچه های بدنام حوزه، بچه های آقای مصباح یزدی، اینا در جلساتی که میشینن صحبت از قائم مقامی مصباح میکنن، میگن ایشون اعلمه و در بین نیروهای انقلابی جایگاه بالایی داره و بنابراین ایشون باید رهبر بشه قائم مقام. حالا مسئله سیادت هم میگن در قانون اساسی که ذکر نشده، تا این پیش میاد رفسنجانی میگه پس حق با منه، من از همه اینا برترم، احقم، برای اینکه جز پایه‌گذاران انقلابم، آقای خمینی به من فرمانده کل قوا داد، رئیس مجلس بودم، رئیس جمهور بودم و رئیس مجمع، خلاصه رئیس مجلس خبرگان بودم، وقتی رئیس مجلس خبرگانم یعنی صلاحیت دارم. اگر قرار مصباح نام بدنام فاسد الاخلاق بیاد وسط، آقای مصباح که بسیار با آقای خمینی و آقای خامنه ای دشمن بود، با مرحوم بهشتی بسیار دشمن بود و به خاطر اخلاق فاسدش و ماجرای اون قبل از این آهنگر خرم آبادی که حائری شد، قبل از اون هم داستان بچه دیگری بود در قم که مال یزدم بود، حالا من اسم کوچکیشو فقط میگم احمد، این ماجرا هم گندش در قم در اومده بود و بنابراین همه از مصباح کنارگیری میکردن، با آدم آدم بدنامی بود، تو خیابون هوش میکردن، جواب سلامشو نمیداد. آقای مصباح برای اینکه بگه کسی بوده و از ابتدا این اسمه نزال و مبارزه بوده، در حالی که آقای خمینی راش نداد، ایشون اومد یک داستانی رو نقل کرد که تو سایتش هم گذاشته. چی بود که بله، ما در قبل از انقلاب یه روز آقای هاشمی و مقام معظم رهبری اومدن پیش من، نشستن، آقای هاشمی شروع کرد صحبت کردن، مقام معظم رهبری هم در تمام مدت سکوت کردن. حالا مقام معظم دیگه سالی 15-16 میلیارد تومان داره بهش میده، اینم میفته کفشش رو ماچ میکنه. این آدم حقیر دیدیم که چطور رو پای آقای خامنه ای افتاد. میگه بله، اینا اومدن به من گفتن آقا ما یک جبهه ضد امپریالیستی درست کردیم، شما هم بیاد بپیوندید. و بعدم اشاره کرد که آقا مجاهدین 15000 تومان حقوق میگیره، 500 تومنشو خرج میکنه، بقیه رو به نهضت میده. ما باید با مجاهدین، فداییان، توده‌ها، چپ راست، با همه متحد بشیم در این جبهه ضد امپریالیستی.
چون دشمن با امپریالیست، ما فقط با امپریالیسم. ایشون میگه گفتم نه، من تجربه شخصی از مجاهدین ندارم و تا مطمئن نشم اینا مسلمونن وارد این کار نمیشه. حالا دروغ میگه مثل چی؟ چون اون زمان کسی در اسلام مجاهدین شک نداشت. آقای خمینی منتها چون اندیشه رو میدونست، چون به شدت با مرحوم شریعتی مخالف بود، چون میدونست اینا اسلام منهای روحانیت رو دنبالشن، از اول جلو اینا شمشیر بس موضع گرفت. به هر حال میگه آقا ما برنامه بود که خلاصا هرچی آقای هاشمی گفت، مقام معظم رهبری هم سکوت مطلق کردن، در چه رفتن گفتن ما نمیه. همه اینا رو که گفتم فرمودید درست، اما برای شما حجت است، برای من نیست. من تا کسی را نشناسم که برای اسلام کار میکند با او همکاری نمیکنم. از اول تا آخر این گفتگو مقام معظم رهبری هم نشسته بودن و هیچ نمی گفتن و فقط صحبت های آقای هاشمی بود و جواب بنده. بعدم با ناراحتی آقای هاشمی منزل ما رو ترک کرد. حالا آقای هاشمی یه داستان واقعی رو میگه که اصلا متفاوت. چه میگوید؟ میگه دو نفری، بنده و آقای خامنه ای، این یکی دو سال قبل از انقلاب، صبحانه رفتیم منزل آقای قدوسی، دادستان انقلاب که ترور شد. رفتیم منزل آقای قدوسی، این مردک به اسماع هم اونجا نشسته بود، برای خونه به اسماع نرفتن، خونه قدوسی رفتن، چون وقت به اسماع کسی نبود. دارم میگم یه آدم بدنام. بله، نشستیم تا زور بحث کردیم که قانعش کنیم برای ادامه مبارزه. آقای قدوسی که بود تو کار، آقای مصباح رو هم قانع کنیم. آخرش گفت من مبارزه با شاه را حرام میدانم. و این روایت رو بعد از 10 نفر شنیدم، چون این هم مثل فردید بود رفیقش، اونم مبارزه را حرام میدونست. آقای خامنه‌ای از او پرسیدن دلیلت چیست؟ پس مقام معظم سکوت نکردن، سوال کردن، منتها الان چون نوکرشی پول داری میگیری به یاد نمیاری اینو. سکوت کردن و پرسیدن دلیلت چیست؟ آقا در جواب گفت مبارزه‌ای که مجاهدین و چپی‌ها در آن باشد حرام است. آقای خامنه‌ای به تلخی به او گفت اگر اهل مبارزه نیستی خب مبارزه نکن، ولی لااقل مبارزه را با این حرفا خراب نکن. هاشمی گفت، ادامه میده هاشمی رفسنجانی، از کم فروشی این آقا کار به جایی رسید که رهبری 10 سال تا ابتدای انقلاب با او قهر بودن. و این جالبه برای من که آدمی چون میخواد برای خودش زمینه سازی کنه میاد این حرفا رو میزنه. آقای واعظ طبسی از رفسنجانی و علی لاریجانی دعوت کرد یه سفری برن پیشش. اینا هم پاشودن رفتن مشهد و مذاکراتی کردن و آقای واعظ اصرار کرد آقا بهتر از همه هاشمیه، بالاخره روابط خوبی با شماها داره و میشه مهارش کرد، کنترلش کرد. وضع ماها یعنی تثبیت خواهد شد، اگر مقام معظم به لقاء الله پیوستن آقای هاشمی شارودی باشه همه ما اوزامون اوکی. هاشمی بهش گفته بود اگه قرار اون باشه چرا من نباشم. اینو در مسئله عام بودن و سید بودنم ایشون گفته بود که عمامه من اگه سفیده حداقل سوابق مصباح رو ندارم، اون سوابقش معلومه، یه آدم فاسد الاخلاق، بنابراین خب اون جایی نمیتونه داشته باشه در مقام رهبری. حالا همه اینا رو بهتون میگم، ولی اینا همه برمیگردیم به یه نقطه اصلی. ملت ایران در قرن 21 آقا بالا سری به نام ولی فقیه نمیخواد. اگه قرار خودش رئیس جمهورش رو انتخاب بکنه لزومی نداره یه آقای رو بیاره بذاره بالا سر رئیس جمهوری. پس بنابراین این ولایت به اعتقاد من رو به زوال است و این رو به زوال بودن رو خواهیم دید. خب حالا از این گفتم بگذارید یه چیز جالبتر براتون بگم. اجداد ما، برگردیم به دوران هخامنشیان، دوران اشکانیان، ساسانیان، این ورزش چوگان جز ورزش‌های اساسی در ایران بود. حالا یه دفعه از مصباح پریدم به چوگان، خیلی مهم، چون بالاخره یه دونه از این توپایی که دارن میزنن با چوگان
اگر بره بخوره به سر مصباح یزدی ملت ایران راحت میشه. به هر حال ورزش چوگان در تمام نقوشی که مونده، متونی که مونده، ایرانی ها این بازی رو به عرب ها یاد دادن، ولی چون به هر حال بازی خیلی دقیق و تکنیکی بود اونجا جا نیفتاد، برخلاف مثلا نرد و شطرنج و اینا که حالا بازی های فکری بود. ولی چوگان در ایران منطقه بعد میبینیم چوگان توسط انگلیس ها میره تو مستعمرات، چون تو شبه قاره پند پخش میشه و چقدر اونجا میگیری یا تو خود انگلیس. ولی به هر حال بدونید این چه به صورت سواره و چه به صورت ایستادش یک بازی ایرانی بوده، یه ورزش ایرانی، مثل بزکشی که در افغانستان یه ورزش افغانی. در هر حال جالبه که مسابقه چوگان در تهران برگزار شده، بانوان حضور دارن، پرچم آمریکا هم در اونجا بالا رفته. بریم نگاه کنیم فیلمی رو که در این زمینه CNN تهیه کرد. In Apollo Field in Tehran, Marcos Aldao. Half-ton horses race at an earth-shaking gallop. Riders wrestle for position, and fans cheer for their favorite team. But perhaps the most remarkable scene here is this: an American flag flying freely in the Islamic Republic of Iran. If you know anything about U.S.-Iran relations over the past 3.5 decades, you know that the American flag is rarely, if ever, shown flying out in the open here in Iran. But the 83rd annual Ambassador's Cup Polo Tournament made it happen. Do you know how rare it is for an American flag to be flying in Iran? It is. It's fantastic. And you guys did it. Unbelievable. And this event did it. The Federation of International Polo plays the Ambassador's Cup every year to promote this ancient sport around the world. This year, the tournament's in Iran, where many say polo was born more than 2,500 years ago. When we come together like this and we're able to share the story about polo and what it means, I think a lot of people get more excited about it. The games drew players from roughly a dozen countries. Representing the United States, Mr. Vesky. Polo Ambassador Wesley Rue came here from the American state of California. Is it sometimes hard to believe you're in Iran? Oh, it's crazy. It's like a dream come true. When you said you're going, your wife said what? She says, "Are you crazy?" Rue and fellow Americans say the Iran they see on TV is not the Iran they see in person. The people here are just amazing. Amazing. People just love Americans. And they're so curious, and they come on this, come up to you on the street and ask to take pictures with you. And to, how does that feel? That feels fantastic. Iran has been an exciting and educational experience. The people have been wonderful. We've had nothing but warm, cordial hospitality. So when I see foreigners come here, I really. قشنگ نیست؟ میگه مردم ایران آمریکایی را دوست دارن، با اون عکس میگیرن، همه جا از همون استقبال میکنن. باز آقای خامنه‌ای بروه بگو مرگ بر آمریکا. نه آمریکایی نسبت به ایرانی نفرت داره، اون چیزی که در واقع انیماسیتی، اون نفرتی که شما میخواین ایجادش کنید، نه ایرانی نفرت داره. ایرانی توی 9/11 نشون داد با اون حضورش در میدان محسنی. امروز هم میبینیم مسابقه چوگان زمینه میشه برای اینکه شهروندان دو ملت، بعد آدم افتخار میکنه ایرانی ها با همه فشارها و چقدر آراسته خانم ها آقایون نشسته بودن و این مسابقه رو که گوینده هم میگوید، خبرنگار میگوید، بازی 2500 ساله. این آدم میبینه، بعد اهالی ولایت فقیه نسبت به یک هنرمندی که افتخار جهانی است، حسین علیزاده واقعا افتخاره، سازش، آهنگهاش، حضور برجستش در صحنه های هنری ایران و در صحنه های جهانی. واقعا وقتی اینجا اومد، اصلا آدم وقتی کوین الیزابت هال میرفت گوش میکرد،
یا رویال آلبرت هال. اون وقت خودم افتخار میکرد تعداد انگلیسی ها خارجی هایی که نشسته بودن. به هر روی از ورود او به هواپیما جلوگیری میکنن، سازشو نمیخوان را بدن، اجازه بدن که بره تو. شرم بر شما باد. شرم. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم. با درود دوباره دوستان اتاق فرمان، به داد مانیتور منم برسن. حضورتون عرض کنم که میدونید که دیروز اسکاتلند میرفت رای بده، سرنوشت خود رو تعیین کنه. من در لحظاتی دارم برنامه‌مو ضبط میکنم که هنوز رای فاینال انجام نشده و برنامه دارم ضبط میکنم و بنابراین بحث رو میگذارم برای بعدش. من خودم احساسم اینه، براتون قبلا هم گفتم، احساسم اینه که با یه مارجین کوچکی آنهایی که خواستار بقا با انگلیس هستن قاعدتا باید برنده بشن، اونتا خیلی نکنه کن و تا اون آخرین لحظه که رأی میدادن
اجازه اعلام نداشتن، باید خبرنگارا هیچ نوع پیشبینی نمی کردن. تمام رأی‌گیری‌هایی که آمارگیری‌هایی که قبل از برگزاری این شده بود نشون میداد که آخرینش 52% به نفع بقا، یعنی نو به جدایی، و 48% رأی به جدایی میدادن. جدایی خواهان کمپین بسیار بزرگی راه انداختن. دیروز 20,000 تن رو بسیج کردن در خونهای مردم، میرفتن مردم میکشتن بیرون که بیان رأی بدید. 1,000,000 نفر رأیشون مشخص نبود و اینا هر دو طرف رو این 1,000,000 حساب میکنن. کل کشور بسیج شد. رهبران سه حزب اصلی، ملکه، شوهر ملکه، دوک آف ادینبورگ، یعنی دوک ادینبورگ، و بنابراین خیلی مهمه برای خاندان و قصرهایی که در اسکاتلند دارن، پیوندهایی که با اسکاتلند دارن، حضورشون در تابستانا بیشتر در اونجا بالمور هستن و مناطق دیگه اسکاتلند، در خود ادینبورگ و در گلاسکو. اینه که به هر حال خیلی مهمه و تصور من اینه که میگم United King of Great Britain and Northern Ireland، این United Kingdom به این صورت باقی خواهد ماند. اگر جدایی در کار بیاد، حالا من همین آخرم چک کردم ولی هنوز خبر نهایی رو نداریم، ولی اگر چنین اتفاقی بیفته به نظر من متضرر اسکاتلند خواهد بود. در این جهانی که همه به دنبال پیوند هستند و دهکده جهانی و مرزها رو کم رنگ کردن، جدا شدن، یک کشوری بخواد در وسط بریتانیا بخواد جدا بشه و بره اونجا و بعد خودش راه خودش رو به پیمایه، به نظر من فقط خودخواهی های این وزیر اول است که فکر میکنه حالا بعدا رئیس جمهوری خواهد شد. باری حالا میریم. اما بگذارید یه خبر جالب بهتون بگم. آمریکایی‌ها وقتی از عراق میرفتن در سال 2010 همه چیز رو در اختیار عراقی‌ها گذاشتن، حتی زندانیایی که باهاشون بود تحویل آقای مالکی دادن که بعدا یه در رو بکش و یه درم چه بساطی سرشون دراره، یه درم آزاد بکنه مثل این آقای ابوبکر بغدادی. اینو آمریکایی‌ها آزاد نکرد، آقای مالکی آزاد کرد. یک شبکه بزرگ اطلاعاتی رو در عراق داشتن که به اطلاع مالکی نرسوندن و کنترل اینا دست خودشون بود و در تمام مدت امریکایی‌ها از طریق این شبکه مانیتر میکردن. و جان آلن، یک جنرال 3 ستاره آمریکایی بازنشسته، او افسری بود که با اینا در تماس مستقیم بود و همینطور ریچارد ولش، یک افسر دیگه. و امروز هم می‌بینیم جان آلن به خدمت برمیگرده و مسئول این شبکه میشه. و الان هم امریکایی‌ها اطلاعاتی که از زمین میگیرن از عراقی‌ها نمیگیرن، هیچ اعتمادی به ارتش عراق و دار و دسته حکومتی ندارن، خودشون رو شبکه مخابرات یا استخباراتشون که بیش از 10,000 نفر توش فعالیت میکنن رو اون تکیه میکنن. و الان بسنده کردن به عملیات هوایی بعد از اطلاعات کافی گرفتن، ولی الان اطلاعات جمع بکنن مسئله عملیات زمینی توسط ارتش عراق شروع خواهد شد. در این حال حضورشون رو در مناطقی تحت سلطه شیعه های وابسته به جمهوری ملت فقیه هست خیلی کم رنگ کردن. تمرکز روی کردستان، روی اربیل، روی سلیمانی هست، تمرکز روی ایالت دیالی هست، در نینوا هست و در صلاح الدین، در اون مناطق هست که امریکایی‌ها حضور چشمگیر دارن و حالا تعداد دیگری هم دارن از افسرهای اطلاعاتی و افسرهای نیروی ویژه وارد میکنه. اینطور که خبرهایی که هست، یک واحد کماندوی آمریکایی که در جنگهای به اصطلاح چریکی خیلی فعالیت کردن و خیلی هم خوب میدونن، در کنار یک واحد مشابه کردی که آمریکایی‌ها آموزشش دادن به رهبری فاضل پرواری که یک نظامی کرد از پیشمرگه‌ها که دوره بسیاری هم دیده برای چگونگی حمله به شهرها و تسخیر شهر، اینا شروع کردن و طبیعتاً در مناطقی که
واحدهای اسلامی هست، هنگهای اسلامی هست، حزب الله هست، نمیدونم جیش المختار هست، از این دار و دسته های رژیم جمهوری اسلامی در اون مناطق تمرکز نمیدن، چون میدونن اونا دستوری که از سید علی آقا دارن و از قاسم سلیمانی آزار دادن آمریکایی هست، چون رژیم وحشت زده است که آمریکایی دوباره به منطقه بازگشت. یه نکته جالب براتون بگم، آقای سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران سوم سپتامبر تشریف بردن به اصفهان، رفتن در مقر قدس در اصفهان و سخنرانی کردن، یه عده اونجا بودن از جمله فرمانده سپاه که پسرش مجتبی در سوریه کشته شد، رفتن و سخنرانی کردن. سخنرانیشون سه بخش داشت، یه بخش درباره پیروزی های سپاه و بسیج صحبت کردن که عملا استراتژی سپاه و اهدافش رو نشون میداد که بله ما اگر رفتیم توی سوریه، اگر رفتیم تو عراق، اگر رفتیم تو لبنان، ما رفتیم نیروهای دوست در اونجا درست کردیم که حامی منافع ما هستند و در یمن، در بحرین، در جاهای دیگه ما پرنفوذیم و در آفریقا ما میریم هر جا که دیکتاتوری باشه علیه اون دیکتاتوری ها فعالیت میکنیم. نیست در ایران نظام مامانی دموکراسی عین آمریکا و فرانسه و انگلیسه، اینا میرن دیکتاتوری ها رو براندازن. بعد گفت ما عملیات بزرگی در پیش داریم، ما با این شیخ میخا و عربستان و با اینا درگیر خواهیم شد و نابودشون میکنیم، همطور اسرائیل رو. این حرفا رو زد، اومد بیرون، سایت عماریون مال مهدی طائب، مقر عمار، اومد مطالب رو چاپ کرد. دو ساعت بعد فریاد روحانی و وزیر خارجه بلند شد و داد و بیداد کردن. خلاصه بلافاصله خبر رو سانسور شد و به صورت دیگری چاپ شد، اما خب اونی که باید بخونه خوند، اون کسی که مانیتور میکنه مانیتور کرد و در نتیجه سیل اعتراض به سوی جمهوری ولایت فقیه آغاز شد. یه نکته رو براتون بگم، آقای لاریجانی در آخرین دیداری که با آقای روحانی داشته بود گفته بود آقا بگو ظریف جلوی چشم نباشه، چون این مجلسی ها میخوان استیزایش کنن، بگو ظریف نباشه، عباس عراقچی بیاد چون نوکر مستقیم آقاز آقای خامنه ای جای علی باقری رو گرفته، بس عباس عراقچی بیاد جلو حرف بزنه، آقای ظریف پشت پرده باشه، چون اینا براش نقشه بدی کشیدن. این مال عراق که به هر حال باز هم دیروز نخست وزیر نتونست وزیر کشور و وزیر دفاع رو به تایید پارلمان برسونه، البته روز قبلش علی الادیب رو موفق شدن وزارت ورزش و جوانان و اینا براش به اصطلاح رأی اعتماد بگیرن، ولی در مورد وزیر کشور و وزیر دفاع درگیری شدیده، چون هادی العاملی و دارو دسته بد رو سفیر سید علی آقای خامنه ای در عراق حسن دانایی فر اینا اجازه نمیدن، میگن باید آمری بیاد، ایشون هم میگه آمری نمیاد، آمری مورد تایید مردم نیست و بنابراین باید سراغ فرد دیگری رفت. و به هر حال این مسئله مشکلی ایجاد شده، آقای ریاض غریب رو انتخاب کرده بود برای مقام وزارت کشور و همینطور قبلا اسدی رو گفته و اینا هیچ کدوم بدر و دار دستشون جلوش رو گرفته بودن و همینطور آقای جابری برای وزارت دفاع از سوی سنی ها، این هم یه مسئله بود که گرفتار شده بودن. یه خبری هم بود تلخ بود که دیدم، دو تا خبر تلخ داشتم، یکی آقای هانی فصل در گذر میشناختمش، دیده بودم و باشم خیلی حفظه، هانی فصل یک روحانی شیعه لبنانی که اون اوائل انقلاب هم اومد ایران، مدتی هم قم بود، خیلی خوش بیان، بسیار به امام موسی سعد دل بسته بود و علاقه داشت و مدتی در ایران بود، خیلی هم طرفدار رژیم جمهوری اسلامی، پسرش هم خیلی تند و تیز، اما وقتی موند و
اوضاع و احوال رو دید، به خصوص بعد از درگذشت آیت الله خمینی، برگشت به لبنان و اعلام کرد که مخالف ولایت فقیه. من در یه سفر در با ایشون برخوردی داشتیم که چه سفر خوبی بود و من چقدر لذت بردم از شناختن یادم که زبان و ادبیات فارسی هم یاد گرفته بود، گهگاه شعر حافظ بخود و خیلی آدم حسابی بود. بعد از مدتی بیماری سرطان داشت و درگذشت، خداش رحمت کنه. و به هر حال در خبرهای دیگه هم که میخوندم، یک جایی اینجا من یادداشت کرده بودم که آقای حانیفه است کتابی نوشته، حالا من اسم کتابش یادم نیست، کتابی نوشته بود که در اون رسمن گفته بود ولایت فقیه یک بدعتی است که آقای خمینی بهش مشروعیت داد به خاطر موقعیت انقلابیش، اما از نظر تشیع و اسلام این بدعت بدعت ناسوابی است. قبل از ایشون هم علامه حسن الامین، علامه علی الامین، اینا همه مخالفت کرده بودن. و بنابراین میخوام بهتون بگم خود آقای سیستانی و دیگران اینا همه مخالف ولایت فقیه. خبر دیگری هم که باز دل آدم میگیره، در گذشت احمد بیگدلی. احمد همیشه معلم، 69 سال سن داشت. من یادم اون اولی که قصه‌هاش رو به فردوسی میفرستاد، اهواز بود، بعد رفت دسفول، بعد رفت نجف آباد معلم بود، در اونجا زندگی کرد، آخرم در اونجا درگذشت. من ویران شدم زمانی برای پنهان شدن، یا مگر چراغی بسوزد، از قصه های او. روانش شاد و به فرزندش، خانوادش، همسرش صمیمانه تسلیت میگویم. برگردیم به اوضاع احوال جهان و منطقه. حضورتون عرض بکنم که هیئت علمای بزرگ سعودی در اطلاعیه اعلام کردند عملکرد حزب الله، داعش، القاعده و حوثی ها عمل تروریستی است. یعنی اینا رو کنار هم گذاشتن. یک تشکیلات شیعه، یک تشکیلات زیدی چهار امامی و دو تشکیلات سنی، دو به دو، و اینها رو به عنوان تروریست خواندن و مبارزه با اینا ضروری است و اینها نام اسلام رو بد کردن و به اعتبار اسلام لطمه زدن. یمن اوضاع بدی داره. نماینده ویژه سازمان ملل تلاش داره میکنه، میاد پیش آقای عبدالرب هادی منصور رئیس جمهوری، بعد میره پیش آقای عبدالملک حوثی. از دیشب گفتگوی مستقیم با او شروع کرد و این امید رو داره که حوثی خود کوتاه بیاد. اما از یه طرف حوثی ها با دعای خیر سپاه قدس به شهرها حمله میکنن، راه صنعا رو بستن، به یک پادگان نظامی حمله کردن، درگیری های شده که تعدادی کشته شدن. و از سوی دیگه میگه آقا اگه میخوای ما بیام، ها نخست وزیر رو ما باید تعیین کنیم، استانا نقشش عوض بشه، ما با دریا راه داشته باشیم که مقام معظم رهبری بتونه برای ما اسلحه بفرسته، قاسم جان سلیمانی بتونه اسلحه بفرسته تا ما کشورمون رو نابود کنیم، ویران کنیم، وضع سوریه رو در اینجا هم به وجود بیاریم. و اینا میگم اسباب تأسف هست و که آقای خامنه ای به جای اینکه نماد آرامش و دوستی و صلح باشه، توسط سپاهش داره آشوب رو در منطقه گسترش میده و رژیمی مثل رژیم جنایتکار سوریه رو حمایت میکنه. یک چیزی براتون بگم، در هیچ جای جهان کودکان رو به عنوان هدف قرار نمیدن. رژیم جنایتکار بشار اسد وقتی اون بشکه های انفجاری رو رو سر مردم میریزه، میدونه که بیشتر قربانی ها کودکان و زنان خواهند بود. به جنایت بالاتر از این دست زده. برای تلقیح این کودکانی که در این مدت نمدرسه رفتن، میدین چه نسلی بار میاد توی این شهرها، گرفتار در محاصره، خونشون ویران. قرار شد که سازمان جهانی بهداشت اینا رو تلقیح بکنه از طریق
پزشکان و هیئت پزشکی که با ائتلاف ملی و ارتش آزاد همکاری میکنه. وقتی فرستادن واکسن ها رو، چه اتفاقی افتاده در راه؟ بخشی از این واکسن ها عوض شده. در نتیجه واکسن هایی که به بچه ها زدن، به جای اینکه مانع از مبتلا شدن اینا به حسبه یا بیماری فلج اطفال بشه، باعث مرگشون شده و در مناطقی با این روبرو شدن. وزیر بهداشت در کابینه سایه، کابینه موقتی که ائتلاف تعیین کرده، استعفا داد و معاونانش، گفت ما مسئولیت رو میپذیریم. اما نخست وزیر ائتلاف، نخست وزیر سایه، اعلام کرد نه، تحقیقاتی رو دارن دنبال میکنن و میدونن دستهای جنایتکار رژیم در این ماجرا دست داشته و خیلی دردناکه. و 15 کودک به خاطر واکسن حسبه و چند نفری به خاطر واکسن فلج اطفال درگذشتن که بسیار نگران کننده است. داعش در چند نقطه مرزی با کردستان، در کردستان سوریه، در اون بخش حسکه و دیر الزور، چند روستا رو تسخیر کردن و بر چند چاه نفت و گاز هم سیطره پیدا کردن و از اونجا دارن میفروشن. دیروز آقای امیر موسوی که یکی از سخنگویان غیر رسمی رژیم و در تلویزیون‌های عربی معمولا ظاهر میشه، گاهی هم هر دو با هم و گاهی هم بحث و جدلمون میشه، ولی بسیار آدم مؤدبیه، ایشون داشت صحبت میکرد با العربیه و گفت این نفتی که داعش از عراق یا سوریه مصادره میکنه کی خریدارشه؟ متحدان امریکا، اردن میخره، ترکیه میخره، در حالی که اینطور نیست. یه عده تاجر هستن این وسط، قاچاقچی، طبیعتا اینا میخرن و بعد میبرن میفروشن با استفاده بیشتر. دولت ترکیه منتها یه مسئولیت دیگه ای داره که دیروز گریبانشو گرفته بودن، آمریکایی هم گرفتن. ترکا چشاشون هم گذاشتن و اجازه دادن هزاران داوطلب از ترکیه وارد سوریه بشن و بعد از اونجا به عراق برن. این رویای بیمارگونه آقای اردوغان برای اینکه بشه دوباره سلطان سلیم و سلطان سلیمان قانونی، این داره ترکیه رو که از نظر اقتصادی توفیق داشته، برخلاف توصیه های آقای داوودوغلو نخست وزیر فعلی، وزیر خارجه قبلی که عنوان کیسینجر ترکیه رو داشت، داره در یک مسیری میندازه که ترکا هزینه سنگینی بابتش خواهند داد. آقای اردوغان باید رو با اتکا به اون محبوبیتی که داشت، تمام دروازهای خاورمیانه برای ترکیه باز بود. شما تونس میرفتی، لیبی، الجزایر، مصر، لبنان میرفتی، عربستان، کویت، امارات، هر جا میرفتین ترکا صاحب اعتبار بسیار زیادی بودن و سرمایه گذاری در ترکیه بیلیون بیلیون. ترکا چیکار کردن؟ آقای اردوغان با حمایت از اخوان المسلمین دل مصر رو شکست. وقتی دیروز خبر رو میخوندم که دولت مصر گفته این بازی که قطر و ترکیه شروع کردن میفهمید، اخوان المسلمین از قطر بیرون میکنن که برن به ترکیه، جابجا دارن میکنن. آقای شیخ تمیم امیر قطرم پا شدن رفتن آلمان. خانم آنگلا مرکل اهل شوخی نیست، گریبانشون گرفت. آقا جان، این کمکی که شما دارید به این تروریست‌ها می‌کنید برای چیه؟ شما دوست اسرائیلید، پایگاه آمریکایی، برای چی این کارو می‌کنید؟ و امیر سوگند یاد کرد، گفت نه، ما با مخالفیم با تروریست‌ها. حالا ممکنه دودش به چشمشون که بره ناچار بشن که بله مخالفت کنه. امروز پرزیدنت محمود عباس، ابو مازن، رئیس جمهوری فلسطین به فرانسه آمد، قراره با فرانسوا هولاند گفتگوی طولانی داشته باشه، فردا نیز ملاقات با شخصیت‌های فرانسوی، وزیر خارجه فابیوس و دیگران، قبل از اینکه ابو مازن در واقع به سوی سازمان ملل بره. این امیدواری وجود داره با توجه به قدرت نمایی که ابو مازن در برابر حماس کرد و همینطور در برابر اسرائیل.
این بار در آمریکا مجالی پیدا بشه که بار دیگر گفتگوها با اسرائیل از سر گرفته بشه. حالا اسرائیلی ها میدونن صحنه به کلی عوض شده. اسرائیلی ها میدونن امروز ابو مازن از اعتبار خیلی بیشتری برخورداره بعد از ماجراجویی حماس، و زمان آن است که به سخنان او گوش بدن. و از این فرصت و از مردی که تا این درجه آمادگی داشته برای گفتگوهای صلح، خود رو آماده برای صلح کرده، بنشینم و صحبت کنم. فکر میکنم داشته باشیم فیلمی از ابو مازن که این تلاش‌های او در این مدت خیلیه. شما فکر کنید از یه طرف گرفتار حوچیایی باشید که دائم دارن شعار میدن علیتون، از تهران ممدلی جعفری مثلا برای شما تعیین تکلیف میکنه، آقای نمیدونم وزیر اطلاعات جمهوری ولایت فقیه براتون تعیین تکلیف، قاسم سلیمانی میگه، اون یکی میگه بله ما اسلحه توی ساحل غربی توزیع میکنیم، و همش به دروغ و شارلاتانیسم، در حالی که شما 50 سال تو عمرتو جنگیدی، از روزگار نوجوانی در تأسیس جنبش فتح نقش داشتی، یکی از 7 رهبران مؤسس جنبش فتح بودی، و حالا میان اینا برات عربده میکشن و شعار میدن. خیلی تلخه. یک شبی در کویت در منزل آقای سعدون که مدت‌ها رئیس مجلس بود و ولی در اون زمان دیگه ریاست رفته بود کنار، در منزل او مهمان بودیم و ابو مازن هم بود. اون وقت ابو مازن نخست وزیر فلسطین بود و اختلاف نظرهایی هم با عرفات داشت. تو حیات خانه نشسته بودیم و فرصتی شد که بتونیم واقعا ساعتها حرف بزنیم. ضمن صحبتهایی که به من کرد گفت من از دو طرف درد میکشم، یکی رفیقمون ابو عمار که گاهی اوقات من دارم تلاش میکنم قربونش برم مثل آقای خامنه‌ای بوده، اونم احساس ناراحتی میکنه چرا من طرف توجهم آمریکایی‌ها بقیه صحبت، و یکی از طرف حوثی‌ها که اصلا فکر نمیکنن این حرفشون چه تأثیری خواهد داشت. اسرائیل ازش استفاده میکنه، میزنه مردم رو به امید واهی به خیابان کشاندن خیانت است، جنایت است. و امروز میبینیم ابو مازن در یه جایگاهی قرار گرفته که جامعه بین‌المللی به او بسیار حرمت میگذاره، و امیدوارم آقای نتانیاهو قدر این شریک صلح رو بداند، غیر از او کسی رو پیدا نخواهند کرد. خیلی ها الان هستن که یک فریاد و شعار بازی توی خیابون به خونه برشون میگردونه و به تسلیم شدن، ولی این مرد ایستاده، به قول خودش زمان زیادی هم ندارم، به این امید که روزی پرچم فلسطین، پرچم دولت مستقل فلسطین بالا بره و دو کشور اسرائیل و فلسطین بتوانند پسر عموها با هم زندگی کنند، و اسرائیل که این همه پیشرفت در تکنولوژی داشته به فلسطینی ها کمک بکنه، فلسطینی ها قابل که در میانشون قشر تحصیل کرده بسیار زیاد. آرزو میکنم که این منظر رو ما هم شاهد باشیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا دوشنبه همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق میسپارم.